رحمان رحیم، حکومت افغانستان برای مذاکره آماده است. لیست هیئت مذاکره کننده آماده شده. ای که چرا ما در حال حاضر نمیخوایم روی جزئیات از صحبت بکنیم، ایست که ما منتظر پیشرفت های دیگه هم در این مرحله هستیم. حکومت افغانستان از مردم افغانستان به گونه قاطع و مشروع نمایندگی میکنه و لیست هم که برای تیم مذاکره کننده ساخته شده طبعا همه شمول است، افراد و اشخاص هستند که میتونن از مردم افغانستان نمایندگی خوب بکنن. ما به طرف مراحل مختلفی پروسه به پیش میریم. وقت زمان معین برسه که این لست باید اعلان شود، طبعا حکومت افغانستان لست اعلان خواهد کرد. در قسمت از این که انتقادا وجود داره که گویا لست همه شمول نیست، طبعا حکومت افغانستان نمایندگی اکثریت مردم افغانستان را میکنه. مشروعیت دولت افغانستان به مراتب بالاتر از مشروعیت احزاب و افراد و اشخاص است که ادعای ایره دارند تا شامل از این پروسه باشند. اما باز هم حکومت افغانستان تلاش کرده که با جناهای مختلف راجع به هر مرحله پروسه صلح مشوره بکنه، صحبت بکنه و خود حکومت افغانستان به گونه قاطع از مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. افغانستان محور اصلی پروسه صلح است. ما با ایالات متحده آمریکا مشترکاً کار کردیم. امیدوار هستیم که به پیشرفت‌های برسیم، نائل شویم که بالاخره در افغانستان صلح برقرار شود. یکی از اهداف مشترک ما قطع جنگ در افغانستان است و او وقت صورت می‌گیرد که طالبان وادار به این شوند که وارد گفتگو با حکومت افغانستان شود. در قسمت مراحل بعدی پروسه صلح طبعا حکومت افغانستان ما امیدوار هستیم که پیشرفت‌های بیشتر در این قسمت به میان بیاید و ما بریم به طرف مذاکره. حکومت از مردم خود نمایندگی میکنه. ما برعکس صلح باور داریم که منافع مردم افغانستان در او حفظ باشه. نظام جمهوری ما متاسف با معذرت، ما به صلح باور داریم که هیچ آسیبی به نظام جمهوری ما نرسه و خواستای برحق مردم افغانستان در او منعکس شود که حفظ ارزش‌های و پیشرفت‌های 18 سال گذشته آزادی ما و نظام جمهوری ما است. طبعا مدیریت هر پروسه برای دولت افغانستان یک موضوع اساسی است. ما در حال حاضر روی خود پروسه صلح کار میکنیم که صلح برقرار شود. اقدامات است که قبل از خود به میان آمدن صلح باید صورت بگیرد از طرف حکومت افغانستان. ما با متحدین خود یک جا کار میکنیم که وضعیت بعد از صلح چگونه خواهد بود، در قسمت راه اندازی و پلانگذاری برنامه های انکشافی بر افغانستان، تمویل برنامه هایی که باعث انکشاف در افغانستان شود. ما پیوسته با متحدین خود یک جا کار میکنیم برای افغانستان باثبات. آرزوی هر افغان و حکومت افغانستان است که ما از این مرحله گذار عبور کنیم، پروسه صلح را با ترتیب و با تدبیر و پیش ببریم و بعد از صلح طبعا برای برنامه های بزرگ انکشافی کار بکنیم، برای برنامه هایی که باعث ثبات پایدار شود و صلح ما صلح پایدار باشه. هر تدبیری که می سنجیم برای صلح افغانستان با دقت می سنجیم، برای یک افغانستان با ثبات می سنجیم و طبعا با مشارکت جامعه جهانی می تانیم به اهداف برسیم. ما هنوز هم به گونه بی پیشینه از حمایت های دوامدار جامعه جهانی برخوردار هستیم. مشارکت ما با جامعه جهانی باعث یک دولت بسیار قوی است، دراز مدت است، استراتژیک است و جامعه جهانی هم در هر مرحله با ما بوده که ما به یک صلح پایدار برسیم، به ثبات برسیم. افتتاح قصر دارالامان که دیروز از طرف رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت، طبعا کسای زیادی دعوت شده بودند، به ویژه سیاسیون کشور، افراد و اشخاص که پرنفوذ بودند. ما شمار زیادی از مهمانا را با خود داشتیم. همگی دعوت شدند. بله، کسایی که دعوت شدند نیامدند، خب مقصر اونا هستند. این دعوتنامه برای همگی فرستاده شده بود، یک برنامه بزرگ ملی بود و همگی باید بدون قید و شرط اشتراک میکرد و هدف ما این بود که
همگی اشتراک بکنه و ما یک جمع وسیع از مردم داشتیم. همگی افتتاح دارلمان جشن گرفتن. معذرت. و یکی از بزرگترین برنامه های دولت افغانستان بود که قصر دارلمان با او عظمت خود با شان شوکت خود افتتاح شد. هیچ ربط به کمپاین نداره، هیچ ربط به انتخابات نداره. حکومت افغانستان 100 سالگی را جشن میگیره و این جشن جشن مردم افغانستان است. ما باید افتتاح دارلمانه که یک نمونه بارز از عظمت تاریخی ما است، او را باید با کمپاین ربط ندیم. متاسف که گروه داعش یک تهدید است بر امنیت افغانستان، بر ثبات افغانستان. ما با جامعه جهانی یک جا در یک مشارکت میخواهیم با این گروه مبارزه بکنیم، نه تنها داعش بلکه سایر گروه های تروریستی که در افغانستان حضور داره. ثبات کشور ما را تهدید میکنه. ما با ایالات متحده امریکا، با نیروهای ناتو در از بین بردن لانه های داعش جدا با هم مبارزه میکنیم. خب از نگاه آمار و ارقام جنگجویان داعش باید نهادهای امنیتی ما برتان معلومات بده، اما طبعا باعث یک تهدید تلقی میشه، تهدید بالقوه است. در تبانی با چند گروه تروریستی دیگه هم داعش تلاش داره که یک پلتفرم بر خود در افغانستان بسازه. بر امنیت ما تهدید است و ما باید به گونه جدی با این گروه برخورد بکنیم. رئیس جمهور افغانستان هم در روز 28 اسد از مردم خواست که یک جنبش قوی مبارزه علیه گروه داعش باید به میان بیایه و ما در هر جایی که گروه داعش است در سرکوب از او با همکاری مردم باید بیشتر تلاش کنیم.